در تحولی قابل تعمل در روابط بین الملل کشورهای آسیای مرکزی با نادیده گرفتن نگرانی های امنیتی گامی بزرگ به سوی تعامل با طالبان برداشتند قرقیزستان پس از قزاقستان طالبان را از فهرست گروه های تروریستی خود خارج خارج کرده است این تصمیم که با استقبال گرم طالبان روبرو شده نشان از اولویت یافتن منافع اقتصادی بر امنیت در منطقه دارد همکارم در گزارش در گزارش خود این موضوع را واکاوی نموده که با هم می‌بینیم. در حالی که بیش از سه سال از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد و هنوز به طور رسمی توسط دولت‌های مختلف به رسمیت شناخته نشده اند با این حال برخی از کشورهای آسیای میانه هایی برای برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با این گروه برداشتند. در جدیدترین رویداد قرقیزستان نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعی خود خارج کرد. این اقدام از سوی وزارت خارجه طالبان به عنوان یک حرکت مثبت تلقی شده که میتواند به تقویت روابط منطقی و بینان مللی کمک کند. پیش از قرقیزستان، قزاقستان نیز تصمیم مشابهی اتخاذ کرده بود. این کشور با تاکید بر اهمیت روابط اقتصادی اعلام کرد که هدف اصلی آن از این اقدام گسترش همکاری های تجاری با افغانستان تحت حاکمیت طالبان است قزاقستان با این استدلال که طالبان به احتمال زیاد برای مدت طولانی در افغانستان باقی خواهد ماند به دنبال تقویت روابط اقتصادی با این گروه است در مقابل قرقیزستان تأکید بیشتری بر ثبات منطقی و ادامه گفتگو داشته و به دلایل اقتصادی به طور مستقیم اشاره نکرده است. یکی از عوامل مهم در این تصمیمات تأثیر گذاری روسیه بر کشورهای همسایه افغانستان است. مسکو به طور علنی از تصمیمات این کشورها حمایت کرده و اهمیت ایجاد روابط با طالبان برای کشورهای همجوار افغانستان را مورد تاکید قرار داده است. هرچند روسیه هنوز طالبان را از لیست گروه های تروریستی خارج نکرده است. اما مقام های روسی در اظهارات خود به امکان اتخاذ چنین گامی در آینده اشاره کردند. این در حالی است که خروج آمریکا از افغانستان فرصت مناسبی برای کشورهای منطقه از جمله روسیه برای پر کردن خلع و توسعه روابط با طالبان پراهم کرده است. تحلیلگران معتقدند که گسترش روابط اقتصادی به ویژه در حوزه های انرژی و ترانزیت اصلی ترین انگیزه کشورهای آسیای میانه در این تصمیمات بوده است. افغانستان به عنوان مسیری مهم برای دسترسی به بازارهای جنوب آسیا و یک شریک بالقوه اقتصادی برای کشورهای آسیای میانه مورد توجه قرار دارد. سوال های بسیاری همچنان باقی است که آیا روسیه نیز به زودی گام مشابهی برداشته و طالبان را از فهرست گروه های تروریستی خود حذف خواهد کرد و آیا این اقدامات در نهایت به ثبات در منطقه کمک خواهد کرد یا تنشهای جدیدی را به همراه خواهد داشت